توجه کنید به خبری که همکنون از ولایت پنجشیر به دست ما رسید. قمندان یار محمد و پسرانش توسط طالبان تیرباران شد. سلام بینندگان عزیزی را که همکنون کانال ما را دنبال می نمایند. مشروع خبرها: طالبان 8 اسیر جنگی جبهه مقاومت ملی را تیرباران کردند. 21 سنبل 1401 8 صبح کابل. منابع محلی به روزنامه 8 صبح می گویند که طالبان 8 اسیر جنگی جبهه مقاومت ملی را در ولایت پنجشیر در حالی که دستشان بسته بوده تیرباران کردند. با گفته منابع این 8 تن روز دوشنبه 21 سنبل از قرارگاه شابه ولسوالی خنج توسط طالبان اسیر گرفته شدند و شامگاه این روز در ولسوالی دره تیرباران شدند. بر اساس معلومات منابع در میان کشته شدگان محمد یار از فرماندهان جبهه مقاومت ملی با دو پسر جوانش نیز شاملند. منابع می‌افزایند که این اعضای جبهه مقاومت پس از 4 ساعت درگیری شدید توسط طالبان اسیر شدند. تا کنون جبهه مقاومت ملی و طالبان به گونه رسمی در مورد این ابراز نظر نکردند. گفتنی است که پیش از این نیز طالبان اسیران جنگی را در پنجشیر تیرباران کرده و در موارد سر بریدند. نهادهای بین الملل نیز گزارش کردند که طالبان در پنجشیر مرتکب جنایات جنگی شده اند. همچنان این در حالی است که افضل امیری در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: اسیران قرارگاه شابه. پیام یک فرمانده نیروهای جبهه مقاومت ملی به طالبان: شما هم نزد ما اسیر بودید و همراهتان برخورد خوب صورت گرفت. دوباره آزادتان کردیم. ولی شما اسیران ما را شهید می کنید و شاجور خالی می کنید. یادتان باشد انتقام بعد از پیشتان خواهیم گرفت. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود.